جلسه پارلمان عراق روز سه‌شنبه برای برون رفت از بحران سیاسی برهم خورد. بیش از نیمی از نمایندگان عراقی هفته گذشته به برکناری رئیس مجلس رأی داده و خواهان استعفای نخست وزیر و رئیس جمهوری شده بودند. نمایندگان مخالف دولت را به عدم کارایی در ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد متهم می‌کنند. همزمان هزاران معترض شیعه در اطراف منطقه حفاظت شده سبز بغداد پایتخت تجمع کرده و از نمایندگان مخالف حمایت میکنند. این تنش سیاسی در حالی است که عراق درگیر جنگ با داعش است. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که به بغداد رفته تا جنگ علیه داعش را تصریح کند، همه گروه‌های عراقی را به اتحاد جهت شکست داعش فراخوانده. همکارم علی جوانمردی از اربیل عراق با ماست. علی، بیشتر از جلسه امروز مجلس عراق بگو که به هم خورد. نگار، جلسه بود که امید میرفت تا حد زیادی بتونه بحران سیاسی شش روز گذشته در عراق رو دست کم اگر هم نتونه حل کنه، نذاره که بیشتر از این بد بشه. اون هم با پیشنهاد و پیش دستی فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق که شب گذشته با 171 نماینده متحسن و مخالف سعی کردند که دیدن بکنن. از اونا خواستند که امروز یک جلسه سراسری، یعنی با شرکت همه مخالف و موافق، همه نمایندگان پارلمان برگزار بشه. جلسه‌ای که به گفته فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق پس از مشورت با سفارتخانه‌های آمریکا و ایران صورت گرفته، یعنی به روی حمایت آمریکا و ایران رو هم پشت سر داشته. ولی امروز صبح نمایندگان متحسن گفتند که این جلسه رو نمیپذیرند، چون قرار بود که سلیم جبوری رئیس پارلمان و هیئت رئیسه بعد از یک سخنرانی صلاحیت خودشون رو به رأی بگذارن، ولی نماینده های متحسن گفتن که ما اونها رو برکنار کردیم و حاضر نیستیم که بار دیگه تحت ریاست این هیئت رئیسه، یعنی سلیم جبوری و دوتا معاونش، جلسه تشکیل بدیم. به همین دلیل بار دیگه به بحث و مشاجره کشیده شد جلسه پارلمان و بعد از اون مجبور شدند که در واقع جلسه رو، ختم جلسه رو اعلام بکنن. قرار شد که فردا بار دیگه جلسه برگزار بشه. در همین حال، یعنی همزمان با این مشاجره و بحث‌ها در درون پارلمان، در خارج از منطقه سبز بغداد هزاران تن از معترضین شیعه و در مقابل 5 وزارتخونه شاید ده ها هزار تن از معترضین شیعه عمدتاً طرفداران مقتدا صدر تجمع کردن. همین حالا همین تجمع ادامه داره. گفتن که منتظر دستور مقتدا صدر هستن برای انجام هر عملی که مقتدا صدر بخواد. قدر مسلم این که فعلا به نظر میرسه این بحران سیاسی در پارلمان از کنترل خارج شده و بیشترین تأثیر رو میشه گفت که طرفداران مقتدا صدر و نوری المالکی رئیس حزب الدعوه نخست وزیر پیشین دارن. حالا در این میان دیدار آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از بغداد چقدر تونسته که بر این بحران سیاسی تأثیر بذاره؟ نگار، دیدار آشتون کارتر و هیئت همراهش برای در واقع عملیات آزادسازی موصل بوده، اونچه که مقامات عراقی میگن. سفری از پیش تحریزی شده که در اون میدونین آشتون کارتر گفته که 217 نظامی دیگه آمریکایی وارد میشن، به بیش از 4000 تن میرسه. حضور نظامیان آمریکایی اینجا هلیکوپترهای آپاچی رو به عراق میدن برای آزادسازی موصل و همچنین یک کمک مالی، جدا از کمک‌های تسلیحاتی، یک کمک مالی 415 میلیون دلاری هم به پیشمرگه‌های کرد میشه. جدا از این، تلویزیون العراقی گفت که در شرایطی که عراق با یک بحران سیاسی کم سابقه مواجه است و دولت در آستانه عصم گسستن قرار گرفته، مسئله‌ای که میتونه بر جنگ تاثیر بگذاره، کاترون آقای آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در دیدار با حیدر عبادی و پس از اون خالد عبیدی، رهبران عراقی از او خواستند که به نوعی حمایت آمریکا رو داشته باشند برای جلوگیری از هم گسستن دولت. آقای عبادی به وزیر دفاع آمریکا گفته که اگر این روند ادامه داشته باشه، اونها در جنگ با داعش ناکام خواهند بود و نمیتونند که نه تنها آزادی موصل بلکه سایر مناطقی رو که از دست داعش درآوردن در واقع حفظ بکنند. به نقل از تلویزیون العراقیه، وزیر دفاع آمریکا هم گفته که کشورش از تمامیت ارضی عراق حمایت میکنه و همچنین مخالف هر گونه تغییری در قوای سگانه، در رؤسای قوای سگانه این کشور هست.